سلام دوستان، شبتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. امشب قسمت دوم از گزارش مربوط به اندیشکده واشنگتن رو خدمت شما ارائه میدم. این تصویری که دارید مشاهده میکنید مربوط به گزارش اندیشکده واشنگتن هست. نکته‌ای که در شب قبل برای شما توضیح دادم این بود که یک تاریخچه‌ای در گزارش این اندیشکده ارائه شده بود، در این خصوص که ایران در دهه‌های گذشته چه اقداماتی رو در حوزه نظامی در دستور کار قرار داده و به چه شکل بر روی بحث نظامی تمرکز کرده. این اندیشکده در ادامه گزارش خودش به این اشاره کرده که ایران روی این بحث تمرکز کرده که بتونه حملات دقیق و بردبلندی رو در منطقه در صورت نیاز در دستور کار قرار بده و از طریق این حملات دقیق و بردبلند تونسته به این قابلیت برسه که هر پایگاه نظامی آمریکا در منطقه و هر هدفی که در سرتاسر منطقه مد نظرش هست رو مورد هدف قرار بده و زیر ضربه ببره. این نکته در نوع خودش جالب‌تر هست، میگه که ایران در کنار اینها روی این بحث هم تمرکز کرده که اگر تلاش ها برای فشار بر ایران جدی‌تر شد و اگر یک تقابل بین ایران و دیگر کشورها رخ داد، ایران بتونه حمل و نقل دریایی رو هم با چالش روبرو بکنه. بعد اومده به این قضیه اشاره کرده که در دهه‌های اخیر ایران در حوزه نظامی روی این تمرکز کرده که بتونه حمل و نقل دریایی در دو تنگه مورد نظر خودش رو مورد هدف قرار بده. بعد اومده به این دو تا تنگه اشاره کرده، گفته یکی از این تنگه‌ها تنگه هرمز هست و تنگه دیگری هم تنگه بابل‌مندب هست که این تنگه توسط دوستان و یاران نزدیک به ایران تحت سیطره قرار گرفته. در ادامه گزارش اومده یک گزارش ارائه داده از اقداماتی که یاران منطقه ایران داشتن. اومده گفته که یاران منطقه ایران و نیروهای نیابتی ایران در طول سالهای گذشته در خاورمیانه موفقیت‌هایی رو برای خودشون ثبت کردن. برای مثال اسرائیل رو در سال 2000 اینها موفق شدن از لبنان خارج بکنن و اسرائیل از سال 2000 تحت فشار این نیروها برای همیشه مجبور شده که خاک لبنان رو ترک بکنه. یک نکته هم من داخل پرانتز بگم، نکته هست که اخیراً دبیر کل حزب الله لبنان هم در صحبت خودش بهش اشاره کرده بود و اون نکته این بود که از 14 سال پیش تا الان اسرائیل جرأت نکرده هیچ حمله ای علیه حزب الله لبنان داشته باشه و این نشون میده که هزینه هایی که انجام شده و تلاش هایی که انجام شده حداقلش این بوده که تونسته یک قدرت نظامی با 300 کلاهک هسته‌ای رو به مدت 14 سال سر جای خودش بشونه و یک بازدارندگی واقعی رو به وجود بیاره. برگردیم به ادامه گزارش، به این اشاره کرده که در سال 2011 اینها موفق شدن که آمریکایی‌ها رو در عراق به چالش بکشن. بعد گفته که یاران منطقه ایران اتفاقاتی که در عراق رخ داده رو توطئه‌های آمریکایی، سعودی، صهیونیستی می‌دونن. در واقع در ایران خیلی‌ها وقتی می‌خوان در خصوص منطقه صحبت کنن میگن یک محور غربی عربی در مقابل ما هست، ولی این چیزی که در این گزارش اومده بهش اشاره کرده یک مثلث عبری غربی و عربی هست. نکته بعدی که اومده بهش اشاره کرده این هست، گفته که در سال 2011 و سالهای بعد از اون تمرکز بر این قرار میگیره که نظام سوریه عوض بشه و بشار اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه از رأس حکومت کنار بره، ولی ایران با کمک یاران منطقه خودش میاد میایسته و اینجا هم یک موفقیت دیگر رو در مقابل آمریکا و یاران منطقه خودش کسب میکنه و موفق میشه که یک اعمال قدرتی رو در منطقه در راستای منافع خودش داشته باشه. این گزارش بعد از اینکه تلاش کرده یک نمایی از اقدامات ایران در طول سالهای اخیر رو به نمایش در بیاره، اومده به این اشاره کرده که خب اگر تحریم‌های نظامی ایران برداشته بشه چه اتفاقی میفته. بعد در پاسخ گفته که اگر تحریم‌های تسلیحاتی ایران برداشته بشه، در مرحله اول ایران تلاش میکنه که در این حوزه‌هایی که نام بردیم خودش رو قوی‌تر بکنه و تقویت بکنه و در مرحله دوم تلاش میکنه که شکاف‌های موجودی که در پازلش وجود داره و این شکاف‌ها باعث شده که بخشی از توانمندی‌هاش با چالش روبرو باشه، این شکاف‌ها رو پر بکنه. در ادامه گزارش گفته ایران اولین کاری که انجام میده بعد از اینکه تحریم و تسلیحاتیش برداشته بشه این هست که اول میاد در جهت خرید سلاح‌های تلاش میکنه که اون سلاح‌ها رو نمیتونه در داخل کشور خودش تولید بکنه. برای مثال روی خرید موشک‌های پیشرفته، روی خرید جت‌های جنگنده و خودروهای جنگی و جنگ‌افزارهای از این دست تمرکز میکنه. بعد اومده گفته در کنار خریدهایی که ایران انجام میده روی خرید مین‌ها، اژدرها و موشک‌های بالستیکی که در خلیج فارس بتونه ازشون استفاده بکنه هم تمرکز خواهد کرد. به این نکته دقت بکنید، اومده گفته که وقتی ایران توان نظامی خودش رو افزایش بده تلاش میکنه تا جناح شیعی خارج از کشور را تقویت بکنه. این هم یکی از نکاتی است که فکر میکنم اون کسانی که در ایران مسئول هستن و کسانی که صاحب رسانه هستن باید این رو بخونن و با دقت بهش توجه بکنن. ببینید یک شیطنتی که طرف مقابل داره اخیراً انجام میده این هست که تلاش میکنه تا اینطور القا بکنه که ایران برای اهل سنت در خاورمیانه ارزش قائل نیست و صرف
صرفا داره روی شیعیان و کسانی که شیعه هستن سرمایه‌گذاری میکنه و این شیعیان هستن که یاران منطقه ایران رو تشکیل میدن. به دو تا نکته اینجا دقت بکنید. نکته اول این که یک جمله معروف فرمانده شهید ما که در عراق به شهادت رسید و ترور شد داره که در فلسطین ما به هیچ گروه نظامی کمک نمی‌کنیم الا اینکه یک شرط داشته باشه و اون شرط اینه که اون گروه نظامی اهل سنت باشه. یک بار دیگه من این نکته رو خدمت شما عرض می‌کنم، میگه ما در فلسطین فقط به گروه‌های کمک می‌کنیم که اهل سنت باشن. ماجرا چی هست؟ در غزه در طول سال‌های اخیر نیروهایی که شیعه هستند هم ابراز وجود کردن و تلاشایی رو در مقابله با اسرائیل در دستورکار قرار دادن. فرمانده شهید ما در طول این سال‌ها تلاش کرده تا این رو به نیروهای اهل سنتی که دارن در فلسطین تلاش می‌کنن و می‌ایستن و می‌جنگن توضیح بده که هر کسی در غزه بخواد با اسرائیل بجنگه باید از کانال شمایی رو انجام بده و این نبرد باید از کانال اهل سنت انجام بشه و ما تمام قد پای اهل سنت ایستادیم. و این حقیقتی هست که ایران در طول این سال‌ها نشون داده. شما نگاه می‌کنید یک حکومت بی‌غیرتی مثل امارات میاد از فلسطین کوتاه میاد، دیگر حکومت‌های بی‌غیرت عربی از فلسطین کوتاه میان، ولی ایران بحث شیعه و سنی نمی‌کنه، تمام قد پای این قضیه ایستاده. شما عراق رو نگاه می‌کنید باز همین قضیه هست، علمای شیعه بحث شیعه و سنی نمی‌کنن. وقتی فتوای نبرد با داعش مطرح میشه آیت الله سیستانی تأکید می‌کنه، میگه نوامیس اهل سنت دقیقاً مثل نوامیس شیعه برای ما مقدس هستن و همه باید تلاش بکنن تا با نبردی که داعش شروع کرده به شیوه فرامذهبی پاسخ بدن. چرا دارم روی این قضیه تأکید می‌کنم؟ این شیطنت جدید اتاق تصمیم‌سازی آمریکا هست. مطمئن باشید در حوزه رسانه‌ای به زودی خودش رو به شکلی پررنگ نشون میده تا بیان القا بکنن که ایران در کنار شیعیان در منطقه ایستاده، میخواد شیعیان رو تقویت بکنه و میخواد یک قدرت شیعی در منطقه راه بندازه تا از این طریق بتونن یک جنگ مذهبی جدید در منطقه ما با محوریت نبرد با ایران به راه بندازن. من روی این قسمت عامدانه تمرکز کردم تا کسانی که صاحب رسانه هستن و مقاماتی که در این حوزه دارن کار میکنن بیان به این فکر بکنن که در مقابل این چیزی که در ذهن اتاق‌های تصمیم سازی آمریکا داره میگذره و به زودی یقیناً تولید محتوای انبوهی پیرامونش انجام میشه، چه کاری رو میخوان انجام بدن و چه راهکارهایی رو در دستور کار خواهند داشت. این قسمت از گزارش لطفاً با دقت توجه بکنید. یک نکته‌ای رو ما همیشه در صحبت‌های خودمون داریم، من همیشه تلاش کردم در شبنامه‌ها بهش اشاره بکنم که بیایید به این فکر بکنیم که کشوری که در خاک خودش موفق شده با وجود تحریم‌های تسلیحاتی که در طول 40 سال گذشته داشته موشک نقطه زن تولید بکنه، چطور در همچین کشوری خروجی مدیران خودروسازی تولید پراید بوده و خروجی کار مدیران در حوزه اقتصادی این بوده که ارزه نداشتن قیمت پوشک رو برای بچه های این مردم ثابت نگه دارن. این دقیقا نکته هست که در این گزارش اومده بهش اشاره کرده، گفته ایران در حوزه نظامی اگر بخواد نیروی هوایی خودش رو بروز بکنه نیاز به این داره که 100 میلیارد دلار بعد از اینکه تحریم‌های تسلیحاتیش برداشته شد سرمایه‌گذاری بکنه. بعد اومده گفته بر اساس اون چیزی که ما از ایران سراغ داریم ایران همچین کاری رو نخواهد کرد، بلکه ایران میاد روی این تمرکز بکنه که نمونه های مورد نظر خودش از جنگ افزارهایی که مد نظرش هست رو تهیه بکنه و از طریق مهندسی معکوس اونها در صنایع نظامی خودش بیاد این صنایع و این جنگ افزارها رو در داخل تولید بکنه. گفته ایرانی ها از سال 1980 به بعد یک اعتماد به نفس خاصی رو در تولید داخلی در حوزه نظامی به دست آوردن و از این طریق موفق شدن تا وابستگی نظامی خودشون رو به شدت کاهش بدن و با وجود تحریم‌ها که در کشور خودشون هست در بعضی از حوزه‌ها مثل موشک‌ها و پهپادها به یک قدرت در جهان تبدیل بشن. من یک نکته رو اگر اجازه بدید به همین بهونه دوباره یادآوری بکنم. تقریبا در تمام طول سال‌های گذشته رهبری در این مملکت وقتی خواسته اسم سال جدید رو اعلام بکنه یا یک اسم اقتصادی رو مطرح کرده یا تاکید کرده که در جهت تولید در داخل تلاش بکنید. من نکته‌ای که می‌خوام خدمت شما عرض کنم این هست، در داخل هم جوان‌هایی رو داریم که بتونن در حوزه اقتصادی، در حوزه صنعت و خودروسازی روی تولید داخلی تمرکز بکنن، هم انگیزه این قضیه رو داریم و هم توانش رو داریم و خروجی اعتماد به نفسی که در حوزه تولید داخلی در بحث صنعت نظامی داشتیم هم دقیقاً داره همین رو نشون میده و نکته‌ای هست که غربی‌ها هم در گزارش‌های خودشون بهش رسیدن. اگر اجازه بدید من این گزارش رو همینجا متوقف می‌کنم، در شب‌های بعد مفصل‌تر در این خصوص توضیح خواهیم داد. منتظر پیام‌های ارزشمند شما هستیم. شبتون